سلام برادر خاره عزیز عید قیام مسیح تبریک میگم به شما آمین؟ مرسی پیام قیام مسیح بدون پیام مرگ و صلیب اصلا وجود نداشت ما تو این روزها بود که بیشتر در مورد صلیب صحبت کردیم به صلیب نگاه کردیم که خدا چه راهی برای ما راه رفت که واقعا ما را از تمام گناهان آزاد کنه خلقتی تازه از ما بسازه و ما هم شاهد هستیم که عیسی مسیح زنده هست ما عیسی مسیح قیام عیسی مسیح رو ندیدیم یکی از من پرسید گفته که مطمئن هستی او قیام کرده و میتونم بگم بله چون او رو الان این مسیح قیام کرده رو در من میبینم آیا در خودت میبینی این عیسی قیام کرده رو کسانی که الان اینجا هستن بار اول اینجا شرکت میکنن امیدوار هستم خدا امروز با قلبتون همینطور صحبت کنه و همینطور این حیاتی که خدا که ما رو عاشقانه دوست داره یگان پسرش رو فرستاده بتونیم به دست بیاریم و ما میدونیم که و باور میکنیم که عیسی مسیح به لحاظ جسمانی بعد از سه روز قیام کرد نمیدونم الان چقدر در این قسمت فکر کرده بودین عیسی مسیح میتونست بعد از اینکه روی صلیب بود و برای گناه ما مرد فکر میکنم خیلی خوب میتونست نزد خدا بره نزد پدر بره و بگه که برحال این کاری که باید اینجا انجام میدادم برای گناه ما که میخوب شد و در روح چون پسر خدا بود میتونست برگردی پیش پسرش این کار رو میتونست انجام بده حال از ازل عیسی مسیح پسر خدا بود و شریک نه شریک بلکه پر از جلال خدا بود در یوحنا باب 17 آیه 5 میگه که و الان تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم پس عیسی مسیح میتونست بعد از مرگ با روح نزد پدر بره و اون موقع هم ما میتونستیم نجات پیدا کنیم ما میتونستیم زمانی که ما به شرطی که ایمان موردیم به عیسی مسیح و اعتراف میکردیم ما گناهکار هستیم میتونستیم بخشش خدا رو به دست بیاریم این کفاره گناهی که به خاطر این او روی صلیب رفت و مرد میتونیم میتونستیم همینطور نجات پیدا بکنیم و همینطور هم میتونستیم بریم به آسمون پیش پدر این یک تئوری هست یعنی واقعا اینطوری هم هست چون به حال حتی احتیاج به قیام نبود که عیسی مسیح از مردگان قیام کنه نمیدونم در موردش فکر کردین عیسی مسیح میتونست از همینطور مستقیم پیش پدرش بره اون موقع دیگه ما هم میتونستیم خیلی راحت نجات پیدا بکنیم فقط عیسی مسیح روی صلیب اگه این کار رو میکرد فقط برای روحانی و اخلاقی برای گناه های ما بمیره. فقط این زفری که در قیام بود هیچ موقع اعلام نمیتونست انجام بده اگه عیسی مسیح این کار رو میکرد میتونم بگم فقط دو سوم ما رو میتونست نجات بده روح ما و نفس ما بدن ما رو نمیتونست نجات بده به این خاطر میخوام امروز هم مطمئن هستم از قیام پیام قیام سال‌هاست شنیدیم و برای ما برحال چیزی نیست چیزی به خصوصی نیست که الان باید ثابت کنم همه ما در این قسمت‌ها ها اطلاع داریم و همین طور موعظه می‌کنیم. فقط میخوام یک از چند تا زاویه های دیگه نگاه کنیم شاید یک نونای تیکه هم هست که میفته میتونی چیزای یاد بگیریم چون هر موقع هرچقدر ما به عیسی مسیح زندگی میکنیم بیشتر و بیشتر از خودش از کاری که روی صلیب کرده بیشتر و بیشتر برای ما مکاشفه میکنه باز میکنه که واقعا متوجه بشیم چرا عیسی مسیح باید بمیره اوکی رو میدونیم چرا باید الان دفن بشه اون خدایی که پر از جلال و شکوه هست باید بیاد اونجا جسم بپوشه بعد از اینم بره دفنش کنیم بعد از اینم روحش بره در در, در دنیای مردگان و بعد از سه روز باید قیام کنه چرا باید این تمام این کارها رو انجام میداد برال اگه خدا اگه عیسی مسیح فقط روی صلیب هم میمرد پیش خداوند میرفت پیش پدرش میرفت اون موقع فقط روح ما و نفس ما نجات پیدا میکردن بدن ما همینطور برمیگرد به خاک ما باید نگاه کنیم که اصلا از دید کلام خدا مرگ یعنی چیه مرگ این نیست که ما بعد از مرگ یعنی زمانی که مردیم دیگه وجود نداریم جان ما دیگه وجود نداره بلکه جان ما یا نفس ما اینطوری بگم به شما نفس ما و روح ما ابدی هست از اکسیستیت یعنی این هنوز وجود داره و مهمترین چیزی که خداوند به انسان بخشیده نفسه نفس یعنی شخصیتی هست که خداوند به ما بخشیده و این شخصیت یا یعنی این نفس جاودانی هست و ابدی هست و این نفس زمانی که ما زندگی میکنیم الان زمانی که اونجا نشستی این نفس با بدن تو و بدن ما اونجا با هم اتحاد پیدا کردن و زمانی که این بدن ما بدن فیزیکی ما میمیره اون موقع است که نفس ما از این بدن جدا میشه تا ابد با هم یک نیستن از ما جدا میشه و میاد نزد خدا و این نفس ماست که زمانی که نجات پیدا نکرده و به خاطر گناهکار بودن ما جدا از خداست نمیتونه با خدا ملاقات داشته باشه و این جان یا نفس اینطوری بگم زمانی که باور میکنی به عیسی مسیح و نفس ما نجات پیدا میکنه به خاطر خون مسیح اون موقع هست که یک رابطه ایش رو میشه نسبت به نفس ما و خدا اگه بدون خدا باشه این بخشش رو نداشته باشیم این نفس بدن واسه کلا از دست داده و این نفسی هست که یک روز باید بره توی جهنم و اونجا برال قبل از این داوری میشه و میره توی جهنم <applause> چون نجاتش رو نداره یعنی توی جهنم فقط روح و نفس ماست کسانی که ایمان ندارن به عیسی مسیح بخشش رو به دست نیاوردن و جهنم هم کتاب مقدس چند تا قسمت هایی توضیح میده فقط باید اینطوری نگاه کنیم بعضی وقت میگیم جا جایی هست که آتشه میتونه آتش باشه برال فقط میخوام درست متوجه بشین جهنم جایی هست که تمام چیزای منفی و بد به کمال رسیده نفرت به کمال میرسه خشم به کمال میرسه تمام بدی ها به کمال میرسن فقط تصور کن جهنم جای چه جایی هست الان ما در این دنیا زندگی میکنیم برای خیلی برای رحم رحم رو میچشیم فیض میچشیم با هم دیگه محبت میکنیم جهنم یه جایی هست خودخواهی به کمال رسید یک جمعیتی هست و جمعیت زیادی خواهد بود که همه خودخواهی کامل به دست آوردن و هیچ چیزی درونش نیست که حیات ببخشه ظلمت غلیز اینطوری در عیوب نوشته جایی که هیچ نظم نیست همه چی به هم خورده و زمانی که جان نفس ما نگاه میکنیم زمانی که ما هنوز ایمان نوردیم به عیسی مسیح قسمت هایی هست که نفس ما چون با روح ما و چون با بدن ما یک نیست و خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده روح نفس و بدن آمین ما از سه تا قسمت هستیم و اینجاست که چون گناه وارد انسان شد اون موقع روح نفس و بدن همه چی نظمش به هم ریخت و همه چیز تقریبا میشه یک بی نظمیه یه بینظمی در زندگیمون اتفاق افتاد و همینطور هم ما شروع, شروع, کردیم نفسانی زندگی کردن دی بدن ما نفس ما و روح ما یک نیستن این دردهایی که ما میکشیم به خاطر اینکه ما Into این تو این فکری یا این هدفی که خداوند برای بشریت داشته که ما یک بشیم روح نفس و بدن متحد بشیم همینطور که پدر پسر روح القدس یک هستن ما هم در این قسمت قسمت شخصیتی روحی بدنی یک باشیم به این خاطر زمانی که میگم که عیسی مسیح زمانی که فقط از صلیب میرفت بالا روح ما با نفس ما نجات پیدا میکردن فقط بدنهای ما همینطور خاک به خواب دوباره بر میگرد به این خاطر عیسی مسیح رفت در دف شد و همینطور هم رفت در دنیای مردگان و بعد از سه روز به وسیله قدرت رول خدا او رو از مردگان برخیزانید برخی و یک بدن جدید بهش داد یک بدن نافنی نه ف... ف... فدا ناپذیر قبل از این عیسی مسیح میتونست بمیره درسته؟ مرد دیگه روش نمرد بدن از طریق بدن مرد یک بدنی داشت مثل ما دردم داشت و زمانی که, ایسا... زمانی که پدر آسمونی عیسی مسیح از مردگان برخیزانید یک بدن جدید یک بدن ابدی رو به دست آورد یک بدنی بود که جلال یافته بود هدف خدا فقط این بود که و آمدن عیسی مسیح این بود که روح ما نفس ما بدن ما دوباره یک بکنه و کامل بکنه خیلی فلسفه هایی هست که در مورد صحبت میکنن که ما انسان جاودانی انسان زمانی که روح یا نفس ما جاودانی هستند در هیچ قسمتی تو این من یعنی من آشنایی ندارم که خیلی زیاد فقط هیچ فلسفی در مورد بدن صحبت نمیکنه که بدن قیام خواهد کرد و بدن ابدی خواهد بود در تمام قسمت هایی که فرقه هایی هستند و همینطور هم مذهبایی که وجود دارند در مورد حیات جاودانی صحبت میکنن روح صحبت میکنن فقط خدای ما میخواد بدنای ما رو جلال بده بدنای ما رو ابدی کنه آمین به این خاطر معنی زمانی که در مورد عیسی مسیح صحبت میکنیم و که چرا قیام کرد ما عادت یعنی اینطوری بزرگ, بزرگ, شدیم ای منظور اینه که زمانی که ایمان آوردیم به عیسی مسیح اتوماتیک میگیم یا عیسی مسیح مرده و قیام کرده هاللویا من باور میکنم دیگه تقریبا مثل یه قسمتی نگاه میکنیم نمیدونیم چرا اصلا قیام کرده مسلم زمانی که عیسی مسیح روح و نفس ما رو نجات میداد زفرش ناکامل بود جایی که اشتباه میکنم به من بگینا بعضی وقت لغت های درست استفاده نمی کنم منظور اینه که زفر عیسی مسیح پیروزی کامل عیسی مسیح فقط و فقط به وجود می آمد زمانی که روح، نفس و بدنهای ما جلال پیدا کنه یا نجات پیدا کنن همینطوری میگم که عیسی مسیح زنده شد تمام زخمهای رو در دستش داشت فقط یک بدنی بود که بدن ابدی بود از اون خبر خوش ما اینه که ما یک روز در حضور خداوند با همین بدنی که ما داریم با او،, او رو خواهیم دید با او زندگی خواهیم کرد و سلطنت خواهیم کرد روح نیستیم که بپریم جا نداشته باشیم بلکه من باور میکنم همینطور همدیگر رو خواهیم دید در ابدیت هیچ دردی نیست هیچ حسادتی نیست چون در ملکوت همینطور که گفتم در جهنم تمام چیزای ضرورانه زر، زر، زر ضروری به کمال میرسه در ملکوت خدا تمام چیزای نیک به کمال میرسه محبت کامل آرامش کامل عدالت کامل شادی کامل همه چیز کامل میشه و خداوند میخواد بگه همینطور در این روح و در, در روح و نفس و بدن ما یک روز اونجا این شادی رو که در این دنیا باید سی زندگی کنیم که نکردیم به خاطر گناه ما یک روز در ابدیت با عیسی مسیح خواهیم گرد آمین عیسی مسیح آمد گفته که من آمدم جانهایی که گم شدن پیدا کنم نجات بدم جانهایی که گم شدن جانهایی که هنوز زیر تسلط شیطان هستند اینا هیچ موقع تعبد با این بدن که خداوند بخشیده یک ناخن شد از زمانی که این نفس در بدن ماست و بدن ما زنده هست نفس ما با این بدن چسبیده زمانی که این خونی که در ماست این 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 چرخش خون چی میگن این جریان خون به پایان برسه اون موقع هست که نفس ما از ما جدا میشه و سوال اینه که نفس تو زیر دست کیه آیا نفس تو نجات پیدا کرده یا نه؟ آیا نفس تو با خون عیسی مسیح با این مرگ و دردهایی که عیسی مسیح رو صلیب کشیده به خاطر گناههای ما آیا با این خون شسته شده؟ آیا امروز بمیری این نفس تو کجا خواهد رفت؟ میگم اگر این نفس ما زمانی که ما میریم زمانی که از این بدن جدا میشه هنوز نجات پیدا نکرده شده باشه دیگه وقت دیر هست دیگه اون موقع باید جلوی داوری خدا و بیستیم به این خاطر که خبر ما خبر خوبه، خبر یعنی انجیل یعنی یک یک دعوتی است که خداوند تک تک ما رو میکنه در ابرانیان بابه، نه در یو یا در در ابرانیا با به دو آیه ده می که زیرا او را که به خاطر نه میتونی تو بخونی زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز می باشد چون فرزندان بسیار را وارد جلال می گرداند. شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداند چون فرزندان بسیاری را وارد جلال جلال بدون بدن جلالی نداریم این بدنی است که جلال خدا رو نشون میده به این خاطر این درد و رنج رو کشید عزیزان که هیچ ما اینجا هستیم با عیسی مسیح آشنایی نداریم این درد و رنج رو کشید که این نفس تو نجات بده و همینطور هم بدنت رو جلال بده که یه بدن ابدی به دست بیارین چرا ما انقدر مریض هستیم چون نفس مشکل ما نفس ماست و زمانی که عیسی مسیح میاد چه کاری میکنه از دید ما معجزه میکنه از دید خودش نظم رو دوباره برمیگردونه کور کر یا فلج هر بیماری بود عیسی مسیح چی میکنه برمیگردونه هدف خدا اینه که روح نفس و بدن ما رو نجات بده خدا رو شکر یک یک روز در روح همینطور پرواز نخواهیم کرد بلکه واقعا میگم که بدنهای ما رو همدیگر رو لمس خواهیم کرد به این خاطر زمانی که قبل از اینکه عیسی مسیح میخواست راه رو سمت اورشلیم کرده بود در یوحنا باب دوازده آیه سی و یک تا سی و دو می الحال داوری این جهان است و الان رئیس این جهان بیرون افکنده می شود و من اگر از زمین بلند کرده شوم همه به سوی خود خواهم کشید الحال داوری این جهان است و الان رئیس این جهان بیرون افکنده می شود معمولا ما اینطوری هستیم زمانی که در موردش صحبت میکنیم بیرون افکنده میشود مثل اینکه عیسی مسیح میاد و میگه که شیطان برو بیرون دستور میدم برو بیرون این دنیا مال ماست مال منه فقط اینطوری نیست چون خدای ما خدای عادلی هست و این دنیا مال کیه؟ مال خداست فقط زیر تسلط کیه؟ تسلط شیطانه ما اینطوری باید نگاه کنیم عزیزان که زمانی که میگیم که عیسی مسیح ظفر یافت از مردگان قیام کرد سر شیطان رو کوبید روی صلیب این اتفاق افتاد عیسی مسیح کاری با شیطان نداشته او آمد در این دنیا کار خودش رو کرد او آمد اینجا رفت یک صلیبی و اونجا یک دری باز کرد گوش میکنه به وسیله صلیبش الان خدا رو شکر صلیب هم هست اینجا به وسیله صلیبش یک راهی باز کرد و میگه که هر کسی به من ایمان بیاره به صلیب من ایمان بیاره گناهکار،, گناهکار بودن خودش باور میکنه و میدونه من آمدم برای گناه شما بمیرم زمانی که توبه میکنین بازگشت میکنین وارد این در میشین وارد یک بخشی میشیم که یک خلقتی تازه هست پشتش یک خلقتی تازه هست یک خلقت ابدی هست یک خلقت ناپژمرده فاسد توش نیست یه خلقتی هست که مسیح پادشاه هست و برای این کشور یا برای این پادشاه احتیاج به یک بدن داری تو وارد میشی و گناه تو آمرزیده میشه تبدیل میشی یک بدن جدید رو به دست بیاری و شروع میکنی به زندگی کردن در ابدیت با شیطان خدا عیسی مسیح کار نداشت الان همینطور تصور کنین این مثل اینکه دنیاست و یک شیطانی هست که اونجا همه رو گمراه میکنه و عیسی مسیح میگه که ببین یک روز در ابرانیان میگه باب دوازده میگه یک روز خداوند هر چی در آسمون در زمین است خواهد لرزوند و هر چیزی از خدا نیست شکست خواهد خورد و خدا در, آخر با آتش دنیا رو داوری خواهد کرد هر, چی، هر کسی این خصوصیت آتش رو نتونست تحمل کنه از بین خواهد رفت و ایسای مسیح زمانی که روی صلیب مرد در جلجتا چه اتفاقی افتاد یک زلزله یه چیزی شروع شد به لرزیدن به خاطر گناه های ما به خاطر مرگ مسیح در ساعت دوازده بود یک ظلمت اورشلیم رو فرو گرفت خورشید درخششش رو من کرد چون پسر انسان اونجا مرد ظلمت غلیز و یک زلزله و این زلزله یک زمان در زمان آخر اتفاق خواهد افتاد یک جلجوتایی دنیایی خواهد بود گوش میکنین خدا خواهد لرزید میگه کرد در روم در به دوازده آیه نمیدونم میگه که در زمان آخر خدا هر چیزی که در آسمون و زمین هست خواهم لرزونید و همه چی را از بین خواهد رفت و چیزایی که موندنی هستن خواهد موند به این خاطر زمانی که میگم عیسی مسیح با شیطان کاری نداره او باخته هست با صلیب شیطان باخته، تا ابد باخته نه برای یک زمان تا ابد باخته او شکست خود روی صلیب شی... در باز شد هیچ کاری نمیتونه انجام بده عیسی مسیح مرد و برخواست با یک بدن جدید همه میتونن وارد ملکوت خدا بشن و خودش در یک جایی هست که خدا یک روز خواهد لرزوند و همه چی به هم خواهد ریخت یک روزی این دنیا همینطور با آتش داوری میشه و خود شیطان هم اونجاست خودش کاری نداره با شیطان یک فوتی هست که او از میره. فقط عیسی مسیح نه آمده تمرکزش به شیطان من باید با تو به جنگم نه کاری نداره او آمده محبت خودش نسبت به من و نسبت به تو نشون داد روی صلیب در و باز کرد دفنش کردن قیام کرد که روح ما نفس ما با بدنهای ما نجات بده به این خاطر هر روز خدا ما رو دعوت میکنه کسانی که با عیسی مسیح آشنایی ندارن دعوت میکنه این دنیا از بین خواهد رفت در مکاشفه 21 اینجا میگه که و دیدم آسمون جدید و زمین جدید چون که آسمون اول و زمین اول در گذاشت و دریا دیگه نیست الحال همه چی را نو سازم یک روز همه چیز آسمون, زم... آسمون پاک شده از تمام این ویروس های شیطان این دنیای جدید که پر از جلال و شکوه که در اورشلیم عیسی مسیح پادشاه پادشاه رب بلرباب اونجا حکومت خواهد کرد همه چی تازه خواهد شد شهری هست میگه تلاست شهری تلا همه چی تلاست مقدس و ما در روز زندگی خواهیم کرد این دعوتی هست به این خاطر عیسی مسیح این درد و رنج رو کشید به این خاطر دفش شد به این خاطر عیسی مسیح رفت توی دنیای مردگان و بعد از این قیام کرد که ما رو دعوت کنه یک روز در این دنیای جدید بتونیم با او حکومت کنیم آمین در کلوسیان باب دعای 14 و 15 الان از این دید نگاه کنین از این دید نگاه کنین که خدا عیسی مسیح آمده ما رو این پرونده ای که در دست شیطان بود که روز به روز تو رو محکوم میکنه نابود میکنه یا آمد اینجا این پرونده رو از دست او ورداره به همینطور میخوب کنه روی بدن خودش میخکوب کنه که ما رو دعوت کنه به این حیات آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل و فرایز و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاسات قوات را بیرون کرده آنها را اعلانیتا آشکار نمود چون در آن بر آنها ظفر یافت آمین آن دستخطی که به ضد ما بود عیسی مسیح آمد روی بدن خودش را برداشت و همینطور هم اونجا میگه که آنها رو آشکار نمود چون در آن بر آنها زفر یافت زفر میخوام درست متوجه بشیم از امروز به بعد روحمون نفسمون و بدنمون برای این عیسی مسیح زندگی شده در ابرانیا باب با به دعای چاردم یه پس چون فرزندان یعنی ما در خون و جشم شریک شراکت داریم او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به وسط موت صاحب قدرت موت یعنی ابلیس رو تابان سازد و آنانی که از ترس موت تمام عمر خود را گرفتار بندگی می بودن آزاد کند خدا عیسی مسیح شیطان رو نابود کرد به وسیله موت اون که صاحب موت آمد او رو اه اه چیز کرد، نابود کرد و توی یوهان باب 19 آیه 30 چی میگیم؟ تمام شد تمام شد یعنی من این کفاره گناهی که احتیاج بود من پرداخت کردم و زمانی که این قسمتی که میخونیم میگیم که و الان رئیس این جهان پایین اینجا و الان رئیس این جهان بیرون افکنده می شود و اونجا نمیدونم این عکس نه, این عکس قبلی می که عیسی مسیح که اینجا مصلوب شده این مصلوب شدنش بود که این شیطان اینجا پایین نمیدونم درست متوجه میشین یا نه این شیطانی که بیرون افکنده شده قدرتش رو از دست داد و بعد از سه روز ایسای مسیح و زیرا اینجا میگه و, الان رئیس این جهان بیرون افکنده میشه و زیرا شاهزاده و رئیس حقیقی حقیقی این جهان وارد ورود خود را مزفرانه ابلاغ میکند و این کاری بود که ایسای مسیح انجام داد به اینطوری خدا عیسی مسیح این رئیس این جهان رو نابود ساخت بیرون افکنده می شود یک روز بیرون افکنده یعنی یک روز همه چی از بین خواهد رفت و خودش هم درونش اینجا قرار خواهد گرفت و قیام مسیح که دیگه چیز کار خدا، کار خدا یعنی به،, به این کاملیت رسید و زمانی که صحبت میکنیم زفر یافت این یعنی مرگ مرگ او بود قیام او بود که از مردگان برخواست و تک تک ما رو دعوت میکنه به این حیات این مصلوب شده الان تاج گذاری شده است علی رضا اینجاست که این مصلوب شده الان تاج گذاری شده است اون که قیام کرده از مردگان به این خاطر ایمانداره اولم احتیاج داشتن احتیاج داشتن یه چیزی رو ببینن زمانی که اگه ببینین تو اعمال رسولا میبینین که زمانی که بشارت میدادن دائما فقط در مورد قیام مسیح صحبت میکردن ما انسان احتیاج داریم یه چیز رو ببینیم و ببینیم یه چیزی اتفاق افتاده که ایمان بیاریم اگه عیسی مسیح قیام نمی کرد چطور میتونستیم ثابت سا... چطور میتونه عیسی مسیح ثابت کنه که من قدرت قدرت شیطان رو شکوندم قدرت مرگ رو ش... شکوندم یعنی باید سی از مردگان برخیزانی برمیخیزانید که واقعا ثابت کنه عملا ظاهرا ثابت کنه با یک بدن جدید که من زفرمند پیروز شدم روی صلیب به این خاطر الان بخونین پتروس که زمانی که موعظه میکنه و این تمام رسولان که موعظه میکنن دائما نشون میدم عیسی مسیح که خدا او رو از مردگان برخیزانید این ایمان ماست و زمانی که ما ایمان میاریم و میخوایم تعمید بگیریم باید باور کنیم که عیسی مسیح خداوند عیسی مسیح روی صلیب مصلوب شده عیسی مسیح مرده و عیسی مسیح قیام کرده این ایمان کامل ماست که اعلام میکنیم آمین و به این خاطر مهمترین یعنی اینطوری اتفاقی در این دنیا نه افتاده که یک کسی واقعا از مردگان بر برخیزه تنها کسی که بود که از مردگان یعنی قدرت مرگ هیچ چیزی نداشت هیچ تسلطی رویش نداشت فقط عیسی مسیحه هیچ فرقه ای هیچ مذهبی وجود نداره که یک کسی باشه که از مردگان قیام کرده باشه آمین, آمین. یه دستی بزنیم برای خداوند ما به این باور میکنیم و زمانی که در مورد از امروز به بعد که در مورد قیام صحبت می‌کنیم می‌بینیم جلو چشمت داشته باشه خدا قیام کرد که این بدن تو رو جلال بده بدن تو ابدی کنه من نمیدونم چطور کلام خدا میگه که در اول قرنتیان باب 15 نصری میتونی اینو بخونی همانا به شما سری میگویم که همه نخواهیم خوابید لیکن همه متبدل خواهیم شد در لحظه ای در طرفت اینی به مجرد نواختن سور اخیر زیرا کرنا صدا خواهد داد و مردگان فساد خواهند برخواست و ما متبدل خواهیم شد زیرا که میباید این فاسد فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد آمین زیرا که می باید این فاسد بی فاسدی رو بپوشد و این فانی بی به بقا. چی بق... بقا آراسته گردد و چطور نمیدونم خدا من میگه که ما تبدیل میشیم من نمیدونم چطور تبدیل میشم میدونم تصور کنم اینطوری یه حیاتی در من هست نفس من هست مثل اینکه درون من تقریبا مثل یک پروانه یک پروانه هست که توی وارد این کوکوم میشه و اونجا خودش هم هیچ فکری نمیکنه الان چطور چه کار چه اتفاقی میفته اونجا توی این کوکو میگن پیله آلمانی میگن کوکو گود یاد گرفتین آلمانی رو تو این پیله تبدیل میشه ما الان عزیزان برادر خاره از زمانی که واقعا نفسمون روز به روز زیر تسلط روح قرار میدیم اندرون ما این انسانت باطنی ما اونجا یه چیزا یک پروانه هایی اینطوری بگم از طریق بیولوژی در ما ساخته میشه نامرئیه نمیبینم و زمانی که میگیم تبدیل میشم این نیست که الان خدا میاد یه چیزی دیگه رو ما رو, میپوشونه می بعد از این نه بلافاصله یه اتفاق میاد پچ تبدیل میشیم من فکر میکنم شوکه میشیم نگاه میکنیم که چی شدیم درخشش خدا زمانی که در مورد روبوده خداوند صحبت میکنیم یک سال پیش بود موعظه کردم زمانی که عیسی مسیح میاد در آسمون میگه که اون موقع تبدیل شده اول مردگان از قبرشون بیرون میان از قبرشون بیرون یا با بدنهای جدید بعد از این سوی خداوند میرن و ما تبدیل میشیم به سمت خداوند بدنهای جدید همینطور که عیسی مسیح با این بدن فیزیکی سعود کرد پیش عیسی مس... پیش پدرش ما هم همینطور با این بدنای ناف نافانی همینطور تبدیل خواهیم شد من نمیدونم چطور فقط من باور میکنم باور میکنی همینطور باب ادامه شو 54 تا ۵۷. اما چون این فاسد بی را پوشید و این فانی به بقا راسته شد آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در زفر بل ایدی شده است ای موت نیش تو کجاست و ای گور زفر تو کجا نیش م... موت گناه است و قوت گناه شریعت لیکن شوک خدا راست که ما را به واسطه خداوند ما ایسای مسیح زفر میدهند <applause> من دوست داشتم من دوست داشتم اینو با هم بخونیم این قسمتی که میگه که مرگ در زفر بلیج شده یا اینو با هم ها؟ چیه؟ مشکلی هست؟ آماده هستید. یعنی واقعا میخوام فقط نه بخونیم بلکه اعلام بکنیم مخصوصا که میگه مرگ کجا هستی تو؟ آمده؟ نستین تو بیا اینجا تو هدایت کن تو هدایت کن اینجا من اشتباه می کنم خراب میکنم بیا اینجا مرگ د... ایده شده است ای موت نیش تو کجاست؟ و ای گور زفر ای تو کجا نیش موت گناه هست و قوت گناه شریعت لیکن شد خدا راست که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح زفر می دهد خداوند هلیلویا خداوند نیش کجا هستی تو خداوند مرسی پدر جان مرسی عیسی مسیح مرسی برای این پیروزی کامل که برای ما آوردی خداوند شکرت میکنیم خداوند در رومیان با به تا 11 میگه که و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد در شما ساکن باشد او که مسی را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است این قدرت روح قدس که در ما هست عزیزان این است که چی میکنه؟ بدنهای بدنهای فانی ما رو تبدیل میکنه و همینطور هم بدنهای تازه به دست میاریم رومیان بابا 8 آیه 23 اینجا که ناله میکنیم اینجا در این دنیا زندگی میکنیم و میگه که بلکه خود خود ما نیز که از تو بلکه خود ما نیست که از نوبر روح برخورداریم در درون خیش ناله برمی آوریم در همان حال در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی، یعنی رهایی های خیش هست آمین اینجا ربطی الان بیشتر به ما داره ما در این دنیا که زندگی میکنیم درد میکشیم فشارهایی هستن ناله میکنیم چرا خداوند و مخصوصا در این قسمت های هفته های گذشته در مورد رنج در مورد درد صحبت می‌کردم. بعضی وقت اتفاقاتی تو زندگی مون میفته میگه خداوند تا کی در این دردها در این رنج هاست که خدا کار میکنه که بدنهای ما رو تبدیل میکنه و اینجا مخصوصا که در این قسمت میگه که منتظر چی هستیم پسرخاندگی یعنی زمانی پسرخانده یعنی یک کسی هست که این به اون, به مقامی رسیده به این کاملیتی رسیده به این کسی رسیده که یک روز با عیسی مسیح میتونه حکومت کنه میگه ما منتظر این هستیم درد رو میکشیم زحمت رو میکشیم دعا میکنیم بعضی وقت واقعا اتفاقاتی در زندگی ما میفته نمیدونیم چرا فقط ما من منتظر هستیم که این بدنهای ما بدنهای فانی ما تبدیل میشه به همون بدن مسیح که ابدی بود و آخرین آیه رو میخونیم در فیلیپیان باب سه آیه 21 که اینجا در مورد در مورد وطن ما صحبت میکنه عزیزان وطن تو نمیدونم کجاست ایران افغانستان هرمنستان، وطن تو کجاست کجا میخوای برگردی برای چی دل تنگ شده ایران افغانستان تاجیکستان یا یک جای دیگه هم هست که ابدیه <تصفح> پیش پدر آسمونی ما و اینجا میتونیم با هم آخرین قسمت رو بخونیم اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار میکشیم که شکل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور شود بر حسب عمل قوت خود که همه چیز را مطیع خود بگرداند آمین بر حسب عمل قوت خود که همه چیز را مطیع خود بگرداند عزیزان وطن ما در آسمون پیش پدره از اونجا عیسی مسیح برمیگرده و تا اون موقع خدا کار خودش اینه که بدنهای ما رو تبدیل کنه که بدن جدید به دست بیاریم قیام مسیح برای این عزیزان اینو جشن میگیریم ما به هم دیگه میگیم مبارک باد فقط ما هم فقط میتونیم از خداوند تشکر کنیم برای این فیض بزرگی که روح ما نفس ما بدن ما یک میکنه همینطور که او پدر پسر روح یک هست و زمانی بدن ما روح ما نفس ما یک شده با خدا هم همینطور یک خواهیم شد آمین ما هم دعا کنیم میخوام مخصوصا کسانی که مهمون هستن کسانی که هنوز با عیسی مسیح آشنایی ندارن ما که آشنایی داریم و میدونیم ما برای ما ما شکی نداریم که عیسی قیام کرد فقط شاید خدا هم در قسمت هایی با تو صحبت کرده فقط میخوام مخصوصا برای کسانی که خدا تو رو اینجا آورده خدا از عیسی از دردای تو اطلاع داره از, از این احساس ترد شدگی حتی سعی کردی کارهایی انجام بدی که رضامندی خدا رو به دست بیاری فد احساس میکنی در در نفست که تک تنها هستی شاید زحمت های زیادی کشیدی شاید هم واقعا با حقیقت خدا رو جستجو کردی شاید دادم که کشی خدا کجا هستی نمیدونم دنبال چی هستی فقط امروز اون خدای محبت خدای رحمت ها تو رو اینجا آورده که با قلبت صحبت کنه و به تو میگه که من آمدم که نفس تو رو نجات بدم من آمدم که تو رو از این حلاکت از این تاریکی بیرون بیارم این درد و رنج رو کشیدم برای تو دخترم و پسرم این نفس تو من خلق کردم و من عالی خلق کردم هر تو خودت رو محکوم میکنی از خودت فرار میکنی میخوام به تو بگم من تو رو صدا میکنم امروز بدون که بعد از مرک که امکانی نیست امروز روز نجات است که من میخوام تو رو نج... گناه تو رو پاک کنم نفس تو رو از این بردگی شیطان آزاد کنم شاید با قلبت ایمان آوردی فقط هنوز خودت رو نسپردی به عیسی همینطور که همه ما خواهش میکنم همه ما چشمون بسته باشه زمان خیلی مقدسیه چشمای چشمای ایسا دنبال جانهایی که گم شده است اگه کسی هست اینجا که جانت رو نسپردی به ایسا هنوز زندگی خودت رو میکنی و امروز خدا با قلب تو صحبت کرد میتونی همینطور هر جایی که الان اینجا هستی همه چشما به بسته باشن همینطور تو میتونی بیستی با این استادگی نشون بدی خدا من من احتیاج به نجات دارم یکی کسی هست امروز روز نجات ام توست و میتونی دعا رو بکنی که دعا رو میتونی بکنی که ایسا باور میکنم به محبتی که نسبت به من داری محبت خودت رو ثابت کردی روی صلیب برای گناه من مردی اعتراف میکنم که گناهکار هستم احتیاج به نجات نفسمون دارم توبه میکنم طلب بخشش میکنم بیا نفس ما رو به دست بگیر قلب من رو میخوام به تو ببخشم اگه کسانی که اینجا هستن ایماندار هستین نمیدونم چه قسمت هایی است که خدا با قلب تو صحبت کرده فقط عیسی مسیح میخواد به تو بگه من آمدم که روی تو نفس تو و بدن تو رو نجات بدم به این خاطر اجازه بده بیشتر در زندگی تو دخالت کنم اجازه بده روح من تو رو تبدیل کنه زندگی خودت رو نکن بلکه خودت رو به دست سای من بده چون آرزو من اینه که در همه قسمت ها روح نفس و بدن قدرت خیامت منو در کنی و زندگی کنی من میخوام همینطور این زفری که روی صلیب اووردم و روی که از مردگان برخواستم این زفر رو میخوام در زندگی تو دیده بشه که اقتدار قدرت خواهد آمد مرسی خداوند میخوایم تشکر کنیم خداوند از فیض تو مرسی دوباره خداوند شکر بر تو که خدایی هستی که همه چی رو تازه میکنی و با مرگ و قیامتت خداوند یک آسمون جدیدی ساختی یک زمین جدید و همه چی همه چی نو خواهد شد خداوند و یک روز خداوند میخوایم تشکر کنیم که امروز هم جشن میگیریم خداوند نه فقط ما رو از همه ترس ترسای این دنیا نگرانی های این دنیا آزاد خواهی کرد خداوند یک روز در شادی کامل در آسمون در این زمین تازه با تو حکومت خواهیم کرد خداوند برای این خداوند تو این بها رو پرداخت کردی خداوند و از مادگان خیام کردی از زندگی ما میخواد, میخواد, میخواد میخوام خداوند فر از جلال و شکوه تو باشه خداوند چون تو فرا فنها لایق حمد و پرستش هستی آمین با آمین. میخوایم با